عید میلاد مسیح علیه السلام در اغلب کشورهای جهان برگزار شد و مسیحیان سال نو میلادی رو جشن گرفتند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به همین مناسبت پیامی دادند که در اغلب رسانه‌های عربی منعکس شده. یکی از این رسانه‌ها روزنامه الکون اردنه. مریم رجوی در پیام خود خطاب به مسیحیان ایران و جهان گفت: میلاد عیسی ابن مریم پیامبر بزرگ یگانگی را تبریک می‌گویم و در برابر مریم عذرا علیه السلام الگوی جاودان پاکی و رهایی سر تعظیم فرود می‌آورم. روز به دنیا آمدن حضرت مسیح عید فرخنده بشریت در زنجیر و تشنه رهایی و برادری است. او پیامبر همدردی و دوستی است. می گفت هرگاه که به یاری کوچکترین برادرم برخواستید، انگار به من کمک کرده اید. مسیح راه و رسمی را نشان داد که در آن انسان با پرداختگری و فدا کردن خود به خاطر دیگران ممتاز می شود. می گفت هم دیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست دارم. امروز هیولای سرکوب و چپاول و کینه و سنگدلی که رژیم ولایت فقیه نام دارد، در ستیز و دشمنی با پیام‌های رهایی بخش مسیح و محمد و تمام پیامبران خداست. الکن اردن در ادامه نوشت: مریم رجوی در پیام خود افزود: سالی که به پایانش رسیده ایم، سال محاصره رژیم ولایت فقیه توسط قیام‌ها و جنبش اعتراضی بی‌وقفه مردم ایران بود. سال وخیم شدن بی سابقه معضلات ناگشودنی رژیم و سال اعتلای مقاومت سازمان یافته و پایدار ما در برابر استبداد زیر پرده دین بود. سالی که آغاز می شود، سال 2019، سال پیشروی مقاومت و قیام به سوی آزادی و پیروزی است. مردم جهان را فرا می خوانم به حمایت از مقاومت و قیام ملت ایران برای برانداختن استبداد و تبعیض مذهبی و رژیمی که بانکدار تروریسم و دشمن صلح و آزادی در منطقه و جهان است.